برگو سخنی صدای من باش، برخوان غزلی نوای من باش. برخیز و نسیم در حواریز، با سبزه بیا صفای من باش. من زندگیم برای دل بود، تو نیز دلا برای من باش. جز دانش عشق رهبری نیست، تو رهبر من خدای من. بر شانه بخت من فرود آی، از اوش بیا همای من باش. من می شکنم اگر نباشی، مشکن دل من برای من باش. رفتی تو اگر به خانه ما، یادآور رفته های من باش. دیدی تو اگر جوانیم را، از بحر خدا تو جای من باش. او را به نواز و در بغل گیر، تو حقیق گریه های من باش. اگر رفتید به شهر ما، به محله ما تصادفا، کودکی ها یا جوانی های ما رو دیدید، به جای ما رو بغل کنید، به حرفاش گوش کنید و به جای ما هرچی که دلتون میخواد به او بگید. میدونم که خیلی از ما رنجیده خاطر، واقعا تباه کردیم هم نوجوانی هم جوانی رو. در کجا؟ در بیرون از میهن و سرزمین خودم. عجیبه، ما ملت استعداد حل و فصل مسائل در درون ایران رو نداریم. این استعداد نمیدونم در کدام دوره از تاریخ از ما گرفته شد. چرا ما قادر نیستیم مشکلات ما بین جناها، طیفها و گروههای مختلف رو که دیدگاههای مختلف دارن، نگاهشون متفاوته، در چهار دیواری ایران با خودمون حل و فصل کنیم؟ چرا همیشه متوسل شدیم به نفی بلد، جلای میهن، وادار کردن دیگران به تبعید یا اعزام اونها به این کشور و اون کشور؟ در این باره با هم صحبت میکنیم. همگرانم، عرض ادب دارم خدمت خداوندگار ایران، خدمت شما و صمیمانه از شما سپاسگزارم از بابت همه محبت هاتون. امیدوارم کار ما در تلویزیون ایران فردا مورد قبول شما قرار بگیره و بتونیم اسباب رضایت شما رو فراهم بکنیم. یه بار دیگه از این فرصت استفاده میکنم، تشکر میکنم از اینکه وقتی دقل باب میکنیم در رو به روی ما باز میکنید، اجازه میدید که بیایم سر سفره شما بنشینیم، با شما گپ و گفت داشته باشیم. هنوز هم شما ما رو محرم میدونید، ما توی این دنیای نامحرمی های بیشمار، دنیای دیگه پیدا کردن اعتماد درش بسیار دشواره. اعتماد و اطمینان به نظر میرسه کالاهای عتیقه هستن که حالا باید در موزه ها به دنبالشونه یا در لابلای کتاب ها و قصه ها و افسانه ها و حماسه ها. خیلی اسباب تأثیره. وقتی نگاه میکنیم به این دنیای امروز، چشمنداز خونین و بعد قتل و آدم کشی، اونم بر مبنای چی؟ بر مبنای فتوا، مبنای این و آن. تقریبا خاورمیانه دیگه فتاوی علما داره اداره میکنه، چه در عراق اغلب کشتارها بر مبنای فتواست. همیشه روز پیش 73 شیعه یک جا به قتل رسیدن. یا در مسجدی بمبی کار گذاشته شد، اینا همه بر مبنای فتواست. یا بالعکس گروه های مقتدا صدر یا گروه هایی که وابستگی دارن به نخست وزیر عراق، یا اونچه که امروز در صحرای سینا میگذره، همه بر پایه و بر مبنای فتوای یک یا چند تن از شخصیت هایی که به نام خدا تصمیم گرفتند که بشریت رو قلع و قمع کنند، یا اونچه که در مصر داره میگذر. دائما اینجا اونجا فتاوی منتشر میشه که اسباب شرمساریست برخی از اونها، وقتی ببیشه در رابطه با زنان، سرنوشت اونها، نحوه رفتار با اونها، یا اونچه که در پاکستان میگذره. چی شده؟ چه بر سر بشریت آمده که این گونه داره تمکین میکنه از این همه ظلم و ستم و بیداد، اونم توسط آدم های نامسئول؟
که یک ستاره در هفت آسمان ندارن معلوم نیست در کجا خزیدن، اول به کدام دوران تاریخ تعلق دارن؟ قطعا به دوران قارنشینی، به عصر سنگ. اما یک حضور سیاسی مداوم در منطقه خاورمیانه پیدا کردن، اونم به خاطر سهل‌انگاری یا غفلت دولت‌های بزرگ. بعضی وقت‌ها تازه خبردار میشیم که نه، برخی از اونها مورد حمایت دستگاه‌های اطلاعاتی هم هستن، از اونها پشتیبانی و حمایت میشه، برای گسترش کار اونها سرمایه گذاری میشه، در اختیار اونها اسلحه گذاشته میشه. نگاه بکنید ببینید در سوریه چه خبره، چه خبر دیگه. افراد هستن که میتونن در سرنوشت، در باره سرنوشت یک شهر، یک قوم و قبیله تصمیم بگیرند و ترسی هم از پاسخگویی نداشته باشن، چون قرار نیست به کسی پاسخی بدن. نگاه کنید بعضی کشتارهای عظیمی که از مردم شده، کشتارهای کلان بیش از 100 هزار نفر، تازه از بشار اسد سپاسگزاری هم میشه که چی؟ که اجازه دادن به بازرسان که برن و از زرادخانه های شیمیایی و دیدن رو کنن و اسباب انهدامش رو فراهم بکنن. آیا در پایان واقعا اونها به نتیجه که میخوان خواهند رسید؟ معلوم نیست، چون هیچ کس نمیدونه چه مقدار سلاح شیمیایی در سوریه نگهداری میشه، چه مقدار از سوریه بیرون رفته یا به شکلی از مملکت خارج شده. هیچ کس نمیدونه مجموعه زرادخانه های موازی در اون مملکت چه هستن و میزان اطلاعات دستگاه های غربی درباره سلاح های شیمیایی سوریه و چند و چونش. برحال اسباب تأثیر که سرنوشت خاورمیانه امروز در دستان مقتدر آدم هاییست که نه امروزینند، نه به امروز تعلق دارند و نه از مایه و پایه فکری برخوردارند. از بازارچه موسیقی عبور بکنیم، میپردازیم به گفتمان اصلی. خیلی باید چرا ما استعداد حل و فصل مشکلات خودمون رو در چهار دیواری ایران بزرگ نداریم؟ چرا؟ برمیگردیم. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبان، با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، منچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خیابران از تار می ترسد، شب سوار از جاده هم پرسش اصلی این بود، عدم کفایت ما، اهلیت ما، استعداد ما برای حل و فصل مشکلات خودمون در درون میهن. نگاه بکنید به خیلی ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنن. من نمیدونستم شماره ایرانیانی که در انگلیس ساکنن 400 هزار نفره. این رقمیست که دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد، 400 هزار تن فقط در انگلیس زندگی میکنن. روزی روزگاری من از آقای آرستمیان که در فرمانداری کالیفرنیا کار میکرد پرسیدم که حالا
ارقام آمار درستی درباره حضور ایرانی ها در آمریکا نیست. ممکنه لطف کنی از منابع رسمی بپرسی که یا استعلام بکنی که شمار ایرانیان در آمریکا چقدره، که فکر کنم در دوره همین آقای شوارتزنگر بود، اوائل حکومت شوارتزنگر، ایشون اطلاعاتی از فرمانداری کالیفرنیا کسب کرد، اطلاعات رسمی، و اون شد 1,600,000 ایرانی اون موقع در آمریکا ساکن بودن. البته حالا دیگه ایرانیان که در اینجا به دنیا آمدن، یعنی بچه هایی که در اینجا به دنیا آمدن دیگه جزو ایرانی ها به حساب نمیان، دیگه اینا آمریکایی شدند. در نتیجه واقعا کسی نمیدونه که الان شمار واقعی ایرانی ها در ایالات متحده آمریکا چند، کسی اطلاع دقیقی نداره. ولی خود این حضور نشان دهنده عدم استعداد ماست. یعنی اگر مشکلی با اتباع ایران داریم، با شهروندان ایران داریم، حالا به هر طیف و گروه و دسته‌ای که بستگی و وابستگی دارن، در ایران حل و فصل بکنیم. در ایران چرا وقتی استعمار انگلیس رضا شاه رو میخواست از مملکت اخراج بکنه، رو به تبعید بفرسته، ایرانی ها در برابر این اقدام ایستادگی نکردن؟ چرا نگفتن که این شخصیت ایرانی است و در همین مملکت ببونه، اگر تازه جرم و گناهی مرتکب شده باید به ما جواب بده در محاکم رسمی، اگر خدمات ارزنده انجام داده این ما هستیم که باید از او ستایش بکنیم. شما به چه حقی او رو از مملکت خارج میکنید یا او رو به تبعید میفرستید؟ به چه حقی؟ ولی متاسفانه دیدیم که هیچ کس نرفت کنار جاده بیسته و از خروج رضا شاه جلوگیری بکنه. وقتی او از تهران عازم سفر اصفهان، نه، اون چی که ما دیدیم تا شادی خوشحالی بود از سوی مخالفانش که اغلب هم چهره‌های سرشناس روشن فکری ایران بودند. یا چرا من رضا شاه باید به تبعید بره؟ چرا نباید در ایران بمونه؟ باید کارش، به زندگیش، به کارمش رسیدگی بشه. و چرا امروز میلیون ها ایرانی بیرون از ایران زندگی میکنن و این سیر و سفر کماکان ادامه داره؟ سیر و سفر اجباری، ناخواسته، فقط به قصد پیدا کردن یک جان پناه، یک سایه امن. الان بر شمار مهاجران هم داره روز روز افسوده میشه. آخرین آماری که آلمان ها دادن خب تأسف برانگیز، نشان دهنده بدی وضعیت در ایرانی که بعد از 30 اندی سال، بعد از 30 اندی سال کاروان خروج از ایران قصد بازایستادن نداره، حرکت کماکان ادامه داره و اینایی که از این مملکت میرن همه مغزهایی هستن که به این سرزمین تعلق دارن. برای ساخت و پرداخت و معماری این دستگاه های فکور که اونها هستن قادرن که جامعه رو اداره کنن به سمت پیشرفت و به سمت آینده، اینا براشون هزینه های کلان پرداخت شده، ملتی هزینه ها داده تا توانسته این بچه ها رو تربیت بکنه برای امروز روز، ولی همه دارن میگذارند و میرند و جذب این مملکت و اون مملکت میشند. فرار کماکان ادامه داره در مقیاس های وسیع و گسترده. همه اینها نشون دهنده این که باز در ایران جمعی هستن و جنایی هست که علاقه داره که به شکلی کوچه بده، برای اینکه ایرانی ها ایران رو ترک کنند و برن. شاید فکر میکنن به این ترتیب مشکلاتشون کمتر و سبکتر میشه، سبک بالتر میشد. وقتی 18 تیر در دانشگاه تهران رخ داد، شمار زیادی از دانشجویان اساتید فرار برقرار ترجیح دادن. بعدها معلوم شد که خود دستگاه کوچه داده که اونها بتونن به شکلی ایران رو ترک کنند و برن. حتی به برخی از زندانی ها مرخصی دادن. امیدشون هم این بود که اینها دیگه در ایران نمونن.
چون فکر میکردن وقتی اینا به بیرون میرن دیگه خونسا میشند، اثر حضوری خودشون از دست میدن. این متاسفانه نشان دهنده یک فرهنگ دیرپاس از گذشته برای مونده، اما در این 35 سال بیشتر دوران بعد از انقلاب این سیاست فرستادن ایرانیان ناراضی به بیرون از ایران تقویت شد. محمد علی شاه قاجار وقتی برابر مخالفان مستعصل میشد، کاری از دستش ساخته نیست، اونها رو تبعید میکرد. یکی از شخصیت های بلند آوازه، نازنین، خدمتگزار، زحمت کش، کوشا علی اکبر خان ده خداست. وجود او رو در ایران در چهار دیواریان تحمل نکردن، او رو به بیرون فرستادن و به استانبول و سوره اسرافیل رو منتشر میکرد. سال محمد غزوینی هم بهش کمک میکرد در انتشار این نشریه. یا شمار زیادی از اهل فکر که همه ناچار شدن روزگاری طولانی رو در بیرون از مرزهای ایران بگذرن. یکی از پرسش ها بنابراین اینه، چرا ما استعداد حل و فصل مشکلاتمون در درون کشور نداریم؟ هزاران ایرانی در طول این هزار سال اخیر در بیرون از مرزهای ایران، مثلا در هندوستان، جان به جان آفرین تسلیم کردن. اینا قربانیان همین عدم استعداد ایرانی ها در حل و فصل مشکلاتشون در چهاردیواری مملکت بود، رفتند و جان با جان آفرین در بیرون از مرزهای ایران تسلیم کرد. دیگه هرگز بر نگشتند. او محمد اوفی ها نویسنده بزرگ در دوره مغول بود، او خیلی از شعرا و متفکران ما دی به کشمیر رفتن، دی به هندوستان رفتن، ولی از هندوستان کسی رو در ایران سراغ دارید؟ هندی ها نتوانسته باشن مشکلاتشون رو حل بکنن، اونها رو به ایران تبعید کرده باشن؟ نه. ولی از این سو تا دلتون بخواد، و این منحصر به شبه قاره نیست، در تمام دنیا و دوران بعد از جنگ اول که اصلا مردم شمار زیادی به اروپا تبعید شدن یا به عثمانی تبعید شدن. شخصیتی مثل با الله در ایران خب دستت بعد میاد که آیین جدید رو عرضه بکنه، چه میکنه؟ تبعید میکنه، از ایران بیرون میفرستن. یا قرة العین رو به همین ترتیب در دوره عثمان. ما استعداد حل و فصل مشکلاتمون رو در درون ایران نداریم. وقتی اتفاقی رخ میده، اولین فکری که به نظر هر کس میرسه اینه که بهترین راه اینه که ما مشکل رو بکنیم زیر فرش، یا حذف میکنیم افراد رو، یا وادار میکنیم اونها به تبعید برند. یا وادار داری خیلی از ملت ها قادرند مشکلاتشون در میهن خودشون حل و فصل بکنند. نمونه زندش مصره. حسنی مبارک در مملکتش موند، خطر کرد، ولی ترجیح داد در اون مملکت بمونه. مبادا این سنت به شکلی با رفتن او در هم بشکنه، بدعت تازهی گذاشته بشه و از این پس مصری هم ناچار بشن مشکلاتشون بیرون از مصر حل بکنن. موندگار شد، از خطر استقبال کرد، هرچه بادا باد. من باید به ملت خودم پاسخگو باشم. اگر دادگاهی هست باید در خود مصر تشکیل بشه، من در مصر محاکمه بشم. و به نظرم کار فوق‌العاده ای انجام ده، بسیار عبرت آموز. حسنی مبارک مصری ها این توان رو دارن در چهاردیواری مصر مشکلات کلان خودشون حل و فصل بکنن، حتی شده و هم بجنگن، ولی در این چهاردیواری، در این چهاردیواری. خب این یه سؤاله. سؤال دوم که به نظرم سؤال فوق‌العاده مهمیست، چرا پاره‌ای از شخصیت هایی که در تاریخ ظهور میکنم، محمد رضا شاه پهلوی نمونش،
شایست که همه گزارش ها هاکیست که او شخصیت دموکرات بود، علاقه داشت که در میان مردم باشه، با مردم زندگی کنه، مردم گریز نبود. اما چه شد؟ شخصیتی که روزی روزگاری از محبوبیت در بین حتی طبقه فکور، روشنفکر، روشنفکران بسیار به نام در ایران مثل نمیدونم اسماعیل مرآت، مثل فروغی، آقای محمد قزوینی، علامه محمد قزوینی، قاسم غنی، دیگه حضورت که از کنم محتشم السلطنه اسفندیاری، علی اکبر خان دهخدا، این آدم ها کمی نبودن. تقی‌زاده چی شد که روزی روزگاری درست گروه هایی که با اونها رو به عنوان روشن فکر میشستیم در برابرش قد علم کرد؟ چه اتفاقی رخ داد که از اون نقطه شروع کرد به این نقطه رسید؟ کی مقصره؟ به نظر من کل جامعه. دنبال قربانی نگردی، همه مقصریم، ما هستیم که چنان رفتار میکنیم، روش های ما چنان مذمومه که حتی از برخی شخصیت هایی که خب به نظر میرسه خیلی شعرهای دموکراتی هستن، به نظر میرسه از نرمش سیاسی با غلاطه برخوردارن. یه نمونه من ذکر میکنم، مطمئنم که خود قضیه بیشتر برای شما معناش آشکار و معلوم میشه. این ماجرای مثلا دعوت محمد رضا شاه پهلوی در اوان حکومتش از شماری از متنفس‌ترین چهره‌های ادب و فرهنگ برای اینکه او رو به عنوان مستمع آزاد در جلسات خودشون رو بپذیرن. بکنید درخواست یک پادشاه به چند نفر متوسل میشه که آقا من میخوام برم تو جلسات، تو مناظره‌های فرهنگی و ادبی و تاریخی یک گوشه‌ای بنشینم به حرف آقایون گوش بکنم و امیدوارم که منو بپذیرن. درخواست محمد رضا شاه. مقاله آقای قاسم غنی رو به قاسم غنی میدونی چیه؟ یک شخصیت ممتاز در عرصه ادب و فرهنگ. من فکر میکنم حتما این تاقچه خونتون نگاه کنی یک جلد کتاب حافظ پیدا میکنی، جلد سیاه رنگ زرکوب به قیمتش 2 تومن 20 ریال، قطور هم هست. این یکی از محبوب ترین نسخه های حافظ، دیوان حافظ، که 2 شخصیت اون رو تصحیح انتقادی کردند. یکی علامه محمد قزوینی، وقتی میگیم علامه، قال ارسطو میگن او شخصیتی بود که وقتی سخنی میگفت در قلمرو فرهنگ و ادب و تاریخ حرف عقل بود. همه این رو قبول دارن، دهخدا قبول داره، آقای قاسم غنی قبول داره، محتشم السلطنه اسفندیاری قبول داره، آقای ادیب الملک سمیعی قبول داره، اینایی که آدم هایی که اهل فکرن، آقای شفق استاد بزرگ ادب و فرهنگ قبول داره که آقا هر جا هر آینه مشکلی در بگیره یا پرسش بر سر مسائل تاریخ و ادب ایران، کسی که میتونه حرف آخر رو بزنه محمد قزوینی. خب اینا یه جلساتی با محمد قزوینی بر ساکن اروپاست، یعنی وقتی سن و سالی نداره، فکر کنم 27-28 سالشه، ایران رو ترک میکنه میره به فرانسه، برادرش ساکنه میره به لندن، ببخشید برادرش ساکنه لندن، در اونجا زندگی میکنه و اون میپیونده به برادر خودش. چیزی حدود 35 سال بیرون از ایران، در اندازه من و شما 35 سال. قاعدتا یه چنین جوانی وقتی برمیگرده ایران با تازه زمان فارسی بلد نباشه، چون موقع رسانه های گفتاری و نوشتاری اینا که نبود، نوشتاری که بوده، رسانه های تصویری و گفتاری مثل رادیو تلویزیون به اگر بوده در این ابعاد نبوده. مثلا ممکنه که صدای برخی از رادیو در 24 ساعت 1 ساعتش در لندن شنیده میشه. مثلا میگم این آدم در تمام این سالهایی که در اروپا ساکنه، یا در پاریس یا در
لندنه یا در برلین، چی کار میکنه؟ میره نسخه های خطی رو پیدا میکنه و شروع میکنه اونها رو خوندن و تصحیح کردن و اونها رو به جامعه ایرانی معرفی کردن، کتاب هایی که هرگز بر پیشخوان کتاب فروش ها قرار نگرفت. میره چون این کتاب هایی پیدا میکنه و اینها رو به جامعه معرفی میکنه که آقا اینا آثار متعلق به ما، اینا گنج هاییست که در تعلق ما ایرانی ها بوده، امروز در بیرون از ایران داره نگهداری میشه در کتابخانه در موزه ها. 35 سال تحقیق مداوم از او یه علامه سا یه آموزگار بزرگ در قلم روی فکر و فرهنگ و هویت ایرانی، واقعا شخصیت استثنایی در تاریخ. برو بکنین بمباران شبانه در پاریس شروع میشه، او دست زن و فرزند رو میگیره، بعد از 35 سال از طریق با قطار پاریس بالکان راهی ترکیه میشه، رو به استانبول و از اونجا میره به طرف خانقین و کرمانشاه و قزوین و تهران، برمیگرده تهران. چیا میرن به استقبالش؟ همه چهرهای نامدار ادب و فرهنگ ما، همه آدم های شاخص که از کارهای اونا رو مطالعه میکنیم متوجه میشیم که ایران چه خدمتگزاران بزرگی داشته. هیچی، وارد میشه، مورد استقبال قرار میگیره، کتاب هایی از اون منتشر میشه مثل جانگوش های عطاملک جوینی، تاریخ جانگوش ها، عطاملک جوینی، نمیدونم تاریخ کرمان، نظامی عروضی، تصحیح انتقادی اوست، کتاب های همه کتاب های مأخذ در تاریخ ایران. و خب سخت مورد عنایت و توجه روشنفکران اون زمان بوده، همه به او علاقه داشتن و از محضرش سود می بودن. فکر کنید یکی از اولین کسانی که اظهار علاقه میکنه وارد محضر او بشه، در جلساتی که اینا مینشینن بزرگان ما در یه جایی به هم بحث میکنن، به اونم اجازه بدن یه گوشه بنشینه و حرف اونها گوش کنه، به عنوان مستمع، مستمع آزاد، و دائما تاکید میکنه من نمیخوام مزاحم شما بشم. میرم محمد قزوینی میگن بابا شاه میخواد تو رو ببینه، شاه جوان. میگه من کیم که شاه میخواد منو ببینه؟ من کسی نیستم. بهانه میاره. حالا واسطه کیه؟ 3 نفر، فروغیه، نمیدونم آقای علاس، وزیر دربار، نواسته هستن که او رو راضی بکنن که بیاد پادشاه مملکت رو ببینه. بیچاره خجالت میکشه، از بس آدم فروتن و خاکساری است. بالاخره وقتی شاه پرسه آقا چی شد محمد قزوینی، میگه قربان لباس نداره، لباس رسمی. میگه لباس رسمی چیه؟ لباس نبرن، ما لباس نمیخوایم که بپوشه، با همینجور لباس معمولی بیا. خلاصه جلساتی تشکیل میشه. در کجا؟ یکی از جلسات در سعدآباد، یکیش در مرمنه. فکر کنید میزبان پادشاهه، بقیه چی هستن؟ یکی از یکی بزرگتر، سرفرازتر در قلمرو فرهنگ ایران، همه آدم های متشخص، ولی کسانی که هرگز با شاه نشستی داشتن. یه جوانی میاد اون گوشه میشینه، اینا جمع میشن آقایون، و این جوان با اونها، از اونها با شیرینی و چای و سیگار پذیر خودش بلند میشه، سیگار تعارف میکنه با آقای، همش هم میگه راحت باشی، میگه راحت باشی. حالا اجازه بدید که جلسه بعد به شما توضیح میدم که چه گذشت در این مجالس، ولی یکی از اولین سوالی که این جوان از این جمع میکنه، جمع بزرگان، اصلا میشه حالا به شما خواهم گفت، اینه که آقایون یکی از شما به من بگه ابوعلی سینا کی بود. سال دومش، خیلی دلم میخواد حافظ رو بیشتر بشناسه. ممکنه اینکه از آقایون یکی از شعرهای حافظ رو بخونه و تفسیر بکنه. چی میشه؟ چه اتفاقی رخ میده؟ شما مقصر؟ نه، همه ما مقصریم. ما هستیم که به جان که بستر رو برای یک دموکراسی قوی و نیرومند فراهم بکنیم، در تدارک استبداد عادت کردیم. به اینکه به ما تحکم کنند، ما نظام متحکم رو دوست داریم. خب این حتما این موضوع رو دنبال میکنیم در برنامه آینده. همیاران عزیز و ارجمند،